عهدی با خداوند به قدمت 4 قرن. حدود 400 سال پیش، بیماری مرگبار طاعون که به مرگ سیاه نیز شهرت دارد، موجب از بین رفتن افراد زیادی شد. روستای کوچکی در منطقه باواریای آلمان نیز گرفتار این همه‌گیری بود. در آن زمان، ساکنان کاتولیک اوبرامرگو عهد بستند اگر خداوند آنها را از مرگ سیاه در امان بدارد، هر 10 سال 1 بار نمایشی از رنج، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح اجرا کنند. بنابر افسانه های موجود، از سال 1634 میلادی، زمانی که این روستاییان برای اولین بار نمایشنامه عشق را اجرا کردند، هیچ کدام از ساکنان بر اثر ابتلا به طاعون جان خود را از دست ندادند. اما سال 2020 میلادی، وقتی جهان با یک طاعون جدید یعنی همه‌گیری ویروس کرونا مواجه شد، اجرای 42 این نمایشنامه 2 سال به تعویق افتاد. در نمایش عشق، برای هر نقش 2 بازیگر وجود دارد که برای اجرای مختلف به نوبت به روی صحنه می روند. تقریباً نیمی از ساکنان روستا، یعنی بیش از 1800 نفر از جمله 400 کودک در این نمایش شرکت می کنند. اخیراً در این نمایشنامه متناسب با زمان تغییراتی ایجاد شده است. تا دهه 1990، بازیگران باید پیروان یکی از 2 کلیسای بزرگ آلمان، کاتولیک رومی یا لوتری می بودند. اما امروزه افرادی که کلیسا را ترک کردند، خدا ناباوران و اعضای هر وابستگی مذهبی دیگر تا زمانی که ساکن اوبرامرگو هستند می توانند در این نمایش شرکت کنند. توصیف دقیقش دشواره. داستان‌های زیادی وجود داره. 10 سال پیش من دیدگاه کاملا متفاوتی داشتم. به نظر من این هیجان انگیزه که چهره عیسی همیشه تغییر میکنه. حالا کاملا میفهمم که خیلی به نزدیکی عیسی مسیح با کسانی که در حاشیه جامعه هستند علاقه‌مندم. اینکه او چطور با فقرا و با پناهندگان همراهه، چطور از اون چه در جامعه ما مهمه مراقبت میکنه. این نمایشنامه برای صدها سال نگرشی محافظه‌کارانه و کاتولیک داشت. اما یکی از تغییرات بزرگی که کارگردان در نسخه مدرن ایجاد کرده، حذف کنایه‌های یهودی ستیزان است که پیش از این انتقادات گسترده‌ای را برمی‌انگیخت. برای اولین بار این نمایش دیگر یهودیان را به عنوان قاتلان مسیح به تصویر نمی‌کشد و به وضوح نشان می‌دهد که عیسی خود یک یهودی بوده است. حالا در کنار عناصر مسیحی مانند گروه کور، عناصر یهودی هم وجود دارند. از جمله اینکه بازیگران مرد، یارمول یا همان کلاه کوچک یهودیان را می پوشند که باعث می شود به وضوح به عنوان یهودی شناخته شوند. بزرگترین کاری که کارگردان انجام داد این بود که اصرار داشت عیسی به عنوان یک یهودی به تصویر کشیده بشه. ممکنه فکر کنید که این بدیهیه. البته که عیسی یهودی بود، اما تاریخ روابط مسیحی و یهودی روایتی بود مبنی بر اینکه قوم یهود بنیانگذار مسیحیت رو به قتل رسوندن. قوم یهود در قرن اول پس از میلاد قدرت قتل کسی رو نداشتن و اصلا رهبر دینی مسیحی نداشتن که به قتل برسونن. با تهاجم روسیه به اوکراین اوایل سال 2022 میلادی، مضامینی مانند جنگ، گرسنگی، آزار و اذیت و آوارگی نقش برجسته‌ای در اجرای نمایش امسال بازی می‌کنند. مضامینی که نشان دهنده بی‌زمانی رنج بشر از 2000 سال پیش تا به امروز است. این نمایش یکی از اولین رویدادهای مهم فرهنگی در آلمان از زمان شیوع ویروس کرونا است. انتظار می‌رود امسال نمایش عشق تقریباً 500,000 بازدید کننده از آلمان و سراسر جهان به ویژه از ایالات متحده داشته باشد.